تو این ویدیو میخوام راجع به دوربین گلکسی S22 اولترا چند تا قابلیت جذاب بررسی کنم. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ بریم 5 تا از قابلیت‌های جذاب و چیزای جدید دوربین گلکسی S22 اولترا توی وان یو آی 5.0 جدید ببینیم. اولین چیزی که میبینین داخل قسمت دوربین هاست که توی قاب پشتی ما 4 تا لنز رو داریم. این 4 تا لنز هر 4 تاش مجهز به اوتوفوکس هستن که در مورد لنزاش بگم که نسبت به نسل قبلی تغییر داشته و یه مروری داشته باشیم به دوربینایی که داشته. پشت گوشی دوربین 12 مگاپیکسلی اولترا واید رو داریم، 108 مگاپیکسلی واید رو داریم، 10 مگاپیکسلی تلر رو داریم و 10 مگاپیکسلی که یه سنسور 10 مگاپیکسلی برای زوم 3 برابر. دوربین سلفی این گوشی 40 مگاپیکسله. توی بخش دومش میخوام راجع به دوربین سلفیش بگم و قابلیت ها و ستینگ های جذابی که داره. توی اولین بخش داخل دوربین سلفی گزینه سیو سلفیز رو داریم که اگه این گزینه رو فعال کنین بدون اینکه تصویر سلفی شما حالت آینه ای بشه همون جوری که هست ثبت میشه. خیلی از دوربین‌های گوشی‌ها تصویر رو آینه‌ای می‌کنن که اگه این گزینه رو بزنی آینه‌ای نمی‌کنه و توی ادامه نشون میده بهتون. یه آپشن دیگه هم توی قسمت سلفی داریم به نام سلفی کالر تون. وقتی این قسمت رو بازش کنین دو تا گزینه داره. یه دونه نچراله، یه دونه هم برایت که نچرال رو اگه بزنین خب پوستتون رو طبیعی‌تر سیو می‌کنه و حالت نورانی رو بزنین یکم نور بیشتری فکر کنم میده. یه سری دستکاری‌ها می‌کنه داخل دوربین سلفی. توی اون قسمت بالا همینجور که دارین داخل ویدیو می‌بینین میتونین قاب اون دوربین سلفی رو تغییر بدین. مثلا اگه 1:1 بذارین برای اینستاگرام خیلی خوبه، یا میتونین برای سلفی 9:16 به صورت طولی ویدیو یا فیلم یا عکس سلفیتون رو بگیرین که خیلی بهتون کمک میکنه. حالت بعدی قسمت پورتریت موده که اگه با دوربین پورتره بخواین عکاسی کنین میدونین اطراف تصویر رو یکم بلر میکنه و تار میکنه. توی این قسمت میتونین دستکاری‌های زیادی داخل وانیوهای جدید انجام بدین. یکی از قابلیتاش اینه میزان بلر بودن یا تار بودن رو توی اطراف تصویرتون یا ویدئوتون تغییر بدین که فکر کنم به صورت دیجیتالی این کار انجام میده. اگه نگاه کنین داخل تصویر مثلا اون قسمت پایه موبایل یکم گیج میزنه بعضی وقتا، اگه اشتباه نکنم به صورت دیجیتالی با هوش مصنوعی این کار رو انجام میده و خب خیلی خوبه. قسمت بعدی کاستوم واترمارکه. واترمارک همون نوشته هاییه که مدل گوشیتون یا تاریخ عکس گرفتن گوشی رو پایین عکستون میتونین ثبتش کنین. حالا داخل آپدیت جدید سامسونگ میتونین خیلی دستکاریایی داشته باشید. مدل نیم یا دیت اند تایم رو اینجا داریم که باز همون هم میتونین شما دستکاری کنین. مدل گوشیتون رو تغییر بدین یا اسم خودتون رو بذارین اینجا که هر جور دوست داشته باشین میتونین تغییرش بدین و اینم بازم جذاب. یه سری قابلیت‌های دیگه هم برای ادیت عکس‌ها و ویدیوها به گالری اضافه شده. شما اگه برین داخل گالری یه دونه ویدیو رو انتخاب کنین، اون قسمت پایین گزینه ادیت یا همون براشه رو وقتی بزنین میتونین کلی ادیت انجام بدین. با یه سری از براشا میتونین با رنگ‌های مختلف، با سایزهای مختلف، براش‌های مختلف یه سری اشکالی رو بکشین یا خطایی رو بکشین. یه قابلیت هم داره اگه یه دایره ای رو شما مثلا کج بکشین خودش صاف میکنه با کمک اون الگوریتمای پردازشی که داره. میتونین یه سری اموجی ها هم همچنین اد کنین روی ویدیوتون و ادیت بهتری بزنین ویدیوتون رو. خب رفقا، اینم از قابلیت هایی که توی وانیوهای جدید سامسونگ داخل بخش دوربین گلکسی S22 اولترا اضافه شده بود. امیدوارم گلکسی S23 اولترا خیلی قابلیت‌های جذاب و جدید داشته باشه که بتونم یه ویدیوی خیلی جذاب براتون درست کنم. حتما نظرتون راجع به این گوشی داخل بخش کامنت‌ها با بقیه به اشتراک بذارین. به روز آگاه باشین.